بسم الله الرحمن الرحیم. شاعر بزرگوار میفرماید هر که بد کرد به روزی بد رسد، نیکی را نیک بد را بد رسد. قصه نوبتی امروزه ما هم درباره همین است که هر که بد میکنه در همین دنیا خودش نتیجه شم میبینه و هر که نیکی میکنه پاداشم میگیره. یکی از دکترهای مشهور سرگذشت خودش نقل میکنه که میگه زمان جوان بودم، سرمست جوانی خودم بودم، همراه دوستام یک روز با ماشین یک جا سفر کردیم. در راه میگفتیم و میخندیدیم، خیال میکردیم دنیا همش زیر دست ماست. میگه ناگه دیدم یک سگ همراه سگ بچه هاش در یک لبی راه میگذشتم. میگه دوستام ها گفتم که نگاه کنیم ما چی کار میکنم. طرف سگا میگه راندم ماشینه، همش گرختن، یک تش باقی موند. میگه او را بس ماشین زدم و گذشتم و سخت همراه دوستام خندیدیم، گفتم دیده چه خوب زدمش. وقتی میگم اون میرفتیم به آینه ماشین دیدم که مادری او سگ بچه بالای سرش آمده بود، بوی میکشید، تکانش میداد، داد و فریاد میکرد، اما این سگ بچه از جاش نمیخیست، خون جاری میشد. با خودم میگفتم که خب خداوند نخواه برای یک سگ بچه مرا عذاب بتیه. سگ بچه که هیچ کس نداره، نخواه کسی پیدا شوه که از بالای ما برای این سگ بچه های شکایت کنن. اصلا زوری کسی نمیرسه در بالای ما شکایت کنن، اصلا کسی در فکرش نمیاره که برزیدی ما بیانات بتیه. میگه رفتیم، سالها گذشت و ما هم بزرگ شدیم، عائله دار شدیم، صاحب فرزند شدیم. فرزند کلانیم 18 ساله شد و مکتب میانه را تمام کرد. تابستان بود، در اوج حجت تیار کردن برای دانشگاه بودیم. در نزد یک کوچه میگه میگذشتم، دیدم که در رو برو سرکوپی ایستادگی است، نسخه برداری. میگه حجت ها را در بچه هم دادم، گفتم که از او پره ره بگذر، این حجت ها را نسخه برداری کن بگیر بیا. 18 ساله، وقتی مردی، وقتی شیرینی فرزند، وقتی آرزوهای پدر. وقتی میگه از ره میگذشت، با دو چشم خودم میگه دیدم که یک ماشین بسیار تیز آمده است. میگه دیگه هیچ کار کرده نتونستم و آمد میگه فرزند مزد. میگه یک کمی شاک مرا فرا گرفت. بعدا میگه به خود آمدم، وقتی میگه هوش به سرم زد، دوان به سوی فرزندم رفتم، دیدمش در خون غوطه میزد و به سوی من نگاه میکرد. در روی دستان برداشته بودمش، فریاد میزدم، داد میزدم، کسی به دادم نمیرسید، کسی کمک کردنم نمیتونست. یاری تعجیلی تماس گرفتم، تا یاری تعجیلی آمد، میگه فرزندم در روی دستم، در چشمام نگاه میکرد و نفسهای اخیرش میکشید و فرزندم از دنیا گذشت. اولین چیزی که میگه در ذهن من آمد همون سگ و سگ بچه هاش بود. گفتم خداوند مرا در همین دنیا نشان داد. بله برادر و خواهر عزیز، هر کسی که قدرت داری، هر کسی که امروز یک کار از دستت می آید، هیچ کس به چشم بد نگاه نکن، به چشم پست نگاه نکن، که او خدای داره، انتقام شد از ظالم در همین دنیا میگیرد پیش از اونه که در آخرت عذاب سخت انتظارش باشد. شما هم فکر نکنید که هر گناهی میکنین کسی نمیتونه با شما سر به سر شود، از بالای شما شکایت کنه، چون که شکایت به سوی خدا رفت دیگر فایده تو نداره.
در این دنیا نشان میتیه و در آخرت عذاب سخت انتظار است. با امیدی عدل و عدالت خدایا روی آورتان.